بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن ابي طالب امير المؤمنين علي عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در ابتدای برنامه لازم هست برای تأخیر کوتاهی که در پخش برنامه ایجاد شد عذرخواهی کنم خدمت شما عزیزان. بالاخره پخش زنده است و مشکلاتی که ممکن هست پیش بیاد. در خدمتون هستیم از استدیوی بین الحرمین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام به شکل زنده و مستقیم. دلهاتون رو آوردیم کربلا در بین الحرمین تا انشالله شما هم بهره و حظی ببرید از تصاویر کربلای معلا، حرم و بارگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین حرم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین استفاده ببرید انشاءالله از برنامه سرزمین عشق که امشب هم به حمد الله الحمدلله به شکل زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. قطعا در ابتدای برنامه لازم هست این ایام رو، ایام بزرگ داشت عید سعید قدیر رو خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم. ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام رو هم همچنین خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که از این ایام پربرکت استفاده تمام و کامل رو ببرید. کارشناس عزیزی که این شبها در خدمتشون هستیم و از صحبتهاشون استفاده میبریم خطیب توانا حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سلطانی شاهرودی هستند که همکنون در کنار ما در استدیوی بین الحرمین حاضر شدند. از جانب شما عزیزان سلامی رو تقدیم خدمت استاد میکنیم و انشالله برنامه رو با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. جناب استاد سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله. بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم این ایام با سعادت رو و همچنین خجست میلاد با سعادت آقا امام هادی علیه السلام رو به محضر همه محبین و شیفتگان و عاشقان خاندان عصمت و طهارت انشاءالله در خدمت شما هستیم و همچنین همه بینندگان عزیز جهت عرایضی که داریم و ادامه برنامه انشاءالله. عزیزان بیننده، رسم همیشگی ما در ابتدای برنامه سرزمین عشق اذن گرفتن از اربابمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عرض ادب خدمت ایشون و عرض سلام خدمت آقامون سید الشهدا امام حسین علیه السلام هست. به نیابت از شما عزیزان این سلامی رو جناب استاد تقدیم میکنن. با ما همراه بشید، دست بر سینه بگذارید و سلامی رو تقدیم کنید. بسم الله جناب استاد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي هلت بفنائک، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. السلام عليك يا قمر العشيرة، السلام عليك يا ساقي العطاشا، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
علی علی مؤلی عالم و علی اعلم علی ولی و علی والی و علی والاست علی حقیقت روح و تمام عالم جسم علی سفینه نوح و همه جهان دریاست علی مدرس جبریل در شناخت حق علی معلم آدم به علم الاسماس علی تمامی دین بغض او تمامی کفر علی ولی خدا خصم او عدوی خداست علی صراط و علی محشر و علی میزان علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست علی اذان و اقامه علی رکوع و سجود علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست علی علی تا که گردند همه با خبر از این پیغام حاضران خود بنمایند به غایب اعلام باید این خطبه و این واقعه را از پی نشر برسانند پدرها به پسرها تا حشر. بله، در آستانه عید سعید قدیر خم هستیم، عیدی که پیام امامت و ولایت رو برای همگان داشته، نه فقط برای مسلمان ها، نه فقط برای شیعیان، بلکه برای تمامی انسان ها، تمامی مردم. پیامبر در خطبه قدیر تمام خطاب هاشون به همه مردم بود، یا معاشر الناس، و در پایان خطبه هم این وظیفه رو بر عهده همگان گذاشتند که حاضرین به غایبین برسانند این خبر رو و همه پدرها برای فرزندانشون قدیر رو تبلیغ کنن، اعلام کنن. پس همه ما باید مبلغ قدیر باشیم. ما هم انشاءالله توی این شبها تصمیم گرفتیم بخشی از این وظیفه عظیم که برگردن تکاتک ما هست بر اون رو انجام بدیم، بلکه مورد توجه و عنایت پروردگار قرار بگیریم. جناب استاد توی این شبها همونطور که دیشب برامون مقدمتاً فرمودند، بحث از قدیر تا عاشورا رو شروع کردند که در همین راستا باشه انشاءالله بتونیم بیان کنیم که چه اتفاقی افتاد، چه شد. اگر این پیغام قدیر رو به همگان نرسانیم، نتیجه خواهد شد اینکه در روز عاشورایی ننگ ریختن خون نوه پیامبر بر پیشانی آنان که قدیر رو پس زدند، آنان که قدیر رو نپذیرفتند، آنان که بیعتشون رو شکستند، باید این ننگ رو بپذیرند، این گناه رو برگردن بگیرند که در خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام شریک باشند. جناب استاد برامون در شب گذشته مقدماتی رو چیدند پیرامون بحث عید قدیر، که عید قدیر زمین ساز عید عید قربان زمین ساز عید قدیر هست، اتفاقاتی که در زمان حضرت ابراهیم افتاده و به آیاتی از قرآن که در اون حضرت ابراهیم بعد از بنا کردن خانه خدا و بازسازی اون دعاهایی رو فرمودند، روایت رو برای ما نقل کردند که عامه و شیعه هر دو این روایت رو نقل کردند که پیامبر فرمود من نتیجه اون دعای، نتیجه استجابت دعاهای حضرت ابراهیم هستم، دعایی که حضرت ابراهیم فرمودند که خدایا در نسل من، در ذریه من مسلمانهایی قرار بده، کسانی که تسلیم تو باشند، کسانی که فقط برای تو کار کنند، و دعاهای مختلف که حضرت ابراهیم فرمودند، تا به اینجا که خدا حضرت ابراهیم رو امام قرار داد، اینی جاعل و کل الناس اماما. بعد از اون حضرت ابراهیم دعا کردند که خدایا
این امامت رو در نسل و ذریه من هم قرار بده. خدا خطاب به حضرت ابراهیم فرمودند که یا ابراهیم، این عهد یعنی امامت به ظالمین نمیرسد، من عهدی نمیبندم که اون رو بخوام بشکنم. فرمودند حضرت ابراهیم سوال کردند که هم تمام اینها در روایتی است که از پیامبر نقل شده، پیامبر این گفتمان ها و این دعاها رو دارن نقل میکنند، پاسخهایی که خدا به حضرت ابراهیم دادن رو. و خدا حضرت ابراهیم پرسید ظالمین چه کسانی هستند، و خدا در این حدیث طبق این حدیث فرمودند که ظالمین کسانی هستند که یک بار، حتی یک بار بر بتی سجده کرده باشند، مشرک باشند، و به هیچ وجه امامت در نسلی در بر عهده کسی قرار نمیگیره که حتی ثانیه‌ای شرک داشته، حتی ثانیه‌ای بت پرست بوده. و جناب استاد نتایج مختلفی رو از این احادیث برای ما گرفتن که اگر میخواید به شکل کامل در جریان برنامه قرار بگیرید، میتونید از سایت شبکه جهانی امام حسین این برنامه رو ببینید، میتونید از یوتیوب شبکه جهانی امام حسین این برنامه رو مشاهده کنید، یا اینکه تلفن کنید، تماس بگیرید با مؤسسه فرهنگی فدک و سی دی های این برنامه رو دریافت کنید. اما آنچه که قرار شد از امشب به و این شبهایی که در خدمت جناب استاد هستیم بهش بپردازیم، من سرفصل هاشو میگم و انشالله امشب جناب استاد بحث رو ادامه خواهند داد. ببخشید اگر یه مقدار طولانی میشه جناب استاد، باید درسم رو پس بدم. عرضم به حضورتون قرار شد مختصری از تاریخ جاهلیت رو بگیم که ببینیم قبل از اسلام چه شرایطی بوده، بعد بیاییم تأثیر پیامبر بر مردم و اون اهالی عصر جاهلیت رو بگیم که پیامبر اینها رو به کجا رسوند، در علم، در رأفت، در اخلاق به کجا رسیدن. بعد بیایم بگیم که چرا اصلا باید قدیری وجود داشته باشد و در روز قدیر ولایتی نصب بشود از طرف پروردگار، و این نقطه اوج اسلام بود، جایی که دین اسلام کامل شد. و بعد از اون قرار شد توضیح بدیم که چی شد بعد از قدیر، پیمان شکنی کردن آنها که هم با زبان و هم با دست و عمل بیعت کرده بودن یک به یک در روز قدیر، چرا بیعت هاشون رو شکستند. و در نهایت هم نتیجه این رو بگیم که وقتی که قدیر رو نپذیرفتند، باید لکه ننگ جرم و جنایتی عظیم همچون شهادت امام حسین علیه السلام بر گردنشون باشد و بر پیشانی هاشون این ننگ مهر شود. و در نهایت هم جناب استاد گفتند که خواهیم گفت انشاءالله که اماممون ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه درس هایی رو به ما تقدیم کردم. در خدمتتون هستیم جناب استاد. من سرفصل‌ها رو گفتم، ان شاء الله امشب قرار هست از بحث تاریخ جاهلیت ادامه بدیم بحث رو. اگر نقصی ایرادی هم داشت بحث بفرمایید که تکمله‌ای باشه، عزیزان بیننده استفاده کامل رو ببرن. بسیار کامل فرمودید، اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر شما رو یه بنای خرابی رو به شما بدن تعمیر بخواید بکنید، یه سرمایه رو در اختیار شما قرار بدن که این بنای خراب رو تعمیر بکنید، فلانجا یه بنای خرابیه شما برید تعمیر بکنید، خب شما میاد اقدام میکنید، شروع میکنید، بعد از چند وقت که کار تمام میشه میخواید بیلان کاری بدید، نشان بدید. خب میان افرادی که حالا سرمایه رو در اختیار شما قرار دادن یا دیگران مردم میخوان نظاره کنن، میبینن خب یه بنای قشنگیه، خب آقا این بنای قشنگو من درست کردم، بسیار خوب، اما این بنا چی بوده که الان به اینجا رسیده؟ شما برای اینکه خوب نشون بدید کارتون رو، قبل از اینکه شروع به عملیات بازسازی کنید، چند تا عکس، فیلم از اون خانه خراب میگیرید، بعد اونها رو در معرض نمایش قرار میدید. آقا این بنا به این صورت بوده، حالا به این صورت من در آوردم. ما اگر بخوایم تاریخ اسلام خوب روشن بشه و بدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چی کار کردن و چه اثری در بین مردم گذاشتن، باید یه مقدار از اون عصر جاهلیت رو بیان کنیم. برای همین هم عرض کردم که بخش اول عرائض رو میگذاریم در این باب که قبل از بعثت مردم چه روشی داشتن، چگونه زندگی میکردن، چه آداب و چه عقایدی داشتن، چه رسوماتی داشتن.
اگر نگاهی به تاریخ بکنیم و عرضم به حضور شما هر کسی مختصری با تاریخ شبه جزیره عربستان یا حجاز آشنایی داشته باشه، میدونید که در قبل از اسلام و قبل از بعثت، حجاز و عربستان امروزی جمعیتی اجتماعی بالاتر از قبیله رو به خودش ندیده بوده. یعنی حتی اگر در یه شهری مثلا 5 تا قبیله زندگی میکردن، این نبود که این 5 تا قبیله در تحت زعامت یک نفر باشن، یک نفر مثلا فرماندار، شهردار، استاندار این شهر باشه. نه، هر قبیله ای برای خودش یه رئیسی داشت و نظام قبیله ای بود. بالاترین اجتماع و جمع قبیله بود و قوانین قبیله ای بود. هر کسی هم بر اساس ذوق و سلیقه خودش و قبیله خودش قوانینی برای خودش گذاشته بود و عرضم به حضور شما طبق همون هم زندگی میکردن. اما یه سری آدابی همگیر شده بود. با اینکه کسی قبیله بر قبیله دیگه تسلط نداشت، اما همگیر شده بود. روی حساب عرضم به حضور شما اینکه اثر کرده، تأثیر میذاره خلق و خوی افراد در یک دیگر، این هم اثر کرده بود و عرضم به حضور شما این قوانین رو داشتن. درست. مهمترین ساختار اجتماعی در حجاز که برای حفظ بقای خودشون خیلی به اون میبالیدن و افتخار میکردن، بحث نسب بود. لذا موضوع علم انساب و نسب شناسی در بین قبائل عرب خیلی مهم بود و کسانی بودن که فقط علمشون علم انساب بود، نسب شناسی، افراد رو بشناسن، پدرانشون رو، اجدادشون رو، و خیلی مهم بود. حتی افتخاراتی که افراد داشتن بر اساس امتیازات فردی خودشون نبود، بلکه بر اساس افتخارات آبا و اجداد خودشون بود. فلانی نمیگفت مثلا من الان مهندسم، پروفسورم، نمیدونم چی هستم. نه، پدر بزرگ من چی بوده، فلان بوده، چه کرده. اینا افتخاراتی بود که برای خودشون عرضم به حضور شما داشتن. یعنی اگر کسی رو قرار بود معرفی کنن به جمعی، نمیگفتن این مثلا این فناوری ها رو داره، این کارا رو بلده، این علوم رو میشناسه، یا این زبون ها رو، یا هر چی، میگفتن پدرش فلانی بوده، پدرش فلانی، پدرانش بوده، جدش چی بوده، اجدادش چی هستن. و حالا این نیای واقعی یا غیر واقعی، یعنی این که میگم نیای واقعی، یعنی گاهی وقتا پدر بزرگ واقعی طرف، جد واقعی، گاهی نه، مثلا کسی رو به فرزند خواندگی قبول کرده، توی خانواده اومده به فرزند خواندگی قبول کرده، این بوده. حالا دیگه این نیا چه واقعی چه غیر واقعی، به این افتخار میکردن و افتخارات خودشون هم خیلی هم روش حساس بودن که حالا جد من چه کرده، پدر من چه کرده. و اینا مسائلی بود که از نظر ساختار اجتماعی مهمترین ساختار اجتماعی حجاز. لذا قوانینی رو برای خودشون دست و پا کرده بودن، بر اساس همین افتخارات امتیازاتی رو برای خودشون حساب دست و پا کرده بودن و یه قانونایی داشتن که خیلی سفت و سختن پایین قانونا وای می‌ستادن. یه قانونی داشتن به نام قانون ثار. ثار که در عربی معنی خون هم هست، یعنی قانون خون. این به معنی دفاع از قبیله و از همخون بود. اینجوری هم بود که یک نفر مثلا اگر مورد ظلمی قرار می گرفت، حالا چه به حق چه ناحق، می اومد وسط قبیله خودش فریاد می زد، دادخواهی می کرد، هم قبیله او، هم خون او می اومد جلو. حالا نمی پرسید بابا
توی هم قبیله من، چرا این دعوا رو کردی؟ چرا این مشکل پیش اومده؟ اصلا حق با تو هست؟ حق نیست. با تو نیست. فقط نبا. دفاع میکرد از هم قبیله و هم خون خودش. این یه قانون بود. یعنی تعصب بیجا. تعصب بیجا. همین که میدید آقا طرف هم خون او، هم قبیله اوست، دیگه کاری نداشت. حالا این آقا به حقه یا ناحقه. دفاع میکرد از او سفت و سختم. دفاع میکرد و این یه قانون بود در بین اعراب. درست. که معروف به قانون سار. قانون دیگه ای که داشتن در بین خودشون، قانون انتقام بهتر از عفو و گذشته. یعنی اگر کسی حالا می اومد از قبیله کسی رو می کشت، اینجا بحث خونخواهی پیش می اومد، بالاترین ننگ برای اینا این بود که بیان خونبها بگیرن. به هیچ وجه تسلیم خونبها نمی شدن. بی برو برگرد می گفتن باید انتقام بگیریم. چیزی به نام عفو و گذشت اصلا بین اینا معنا نداشت. بگذاریم از چیزی ابدا. لذا میگفتن که تنها چیزی که جوشش خون رو مینشونه فقط خونه. خون، جوشش خون جز با خون نمیشه. اگر خونی که از ما ریختن میخواد اون جوش و خروشش بنشینه، فقط باید خون ریخته بشه تا اون جوشش بنشینه و الا به هیچ عنوان اون جوشش نمیشه. لذا میدیدیم در تاریخ اگر نگاه کنیم جنگ های چند ده ساله بین اینها، اونم سر یه مسائل جزئی میدیدی اتفاق افتاده. مثلا یه موقع دو تا بچه با هم بازی میکردن، یکی میزد سر اون یکی رو میشکست، بعد این تبدیل میشد به یک جنگ عشیره یه قبیله یه چند ده ساله. بالاتر بگم، یه شطوری اومد در چراگاه یه آقایی شروع کرد چریدن. این شطور مال فلان آقا از فلان قبیله بود، اومد تو چراگاه این آقا که مال فلان قبیله. صاحب چراگاه وقتی اومد دید این شطور داره چرا میکنه، زد این شطور رو کشت. صاحب شطور اومد زد کشنده شطورش رو کشت. جنگ بالا گره، برا همین یک مشت علف چندین سال اینا جنگیدن و چند صد نفر به خاک و خون کشیده شدن برا همین یک مشت علف. ام عمر دختره یکی از بزرگان عرب در یکی از جنگ ها که اینا علی ظاهر برادرش کشته شده بوده، شعری میگه و ظاهرا برادرها به اصطلاح طایفه به گرفتن خونبه ها راضی شده بودن. این یه شعری میگه، میگه حالا که شما خون برادرتون رو نرفتید انتقامش رو بگیرید و به خونبها راضی شدید، سلاحاتون رو زمین بگذارید برید چادر سرتون کنید. یعنی دیگه شما از مردانگی خارج شدید. لذا در اون واقعی که اینا توطئه کردند برای کشتن پیغمبر اکرم و ترور پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله، که پایان یا به مسئله لیلة المبیت که یکی از افتخارات مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه، اینها وقتی جمع شدن بین خودشون مشورت کردن که آقا ما چیکار کنیم با این مشکلی که این آقا در بین ما به وجود آورده. هر کسی یه پیشنهادی داد، اون یکی گفت چیکار بکنیم، اون یکی گفت چه میکنیم، اون یکی گفت آقا میگیم شاعره، اون میگیم ساحره، اون یکی میگیم چه میکنیم، اون یکی بیرونش میکنیم، اون یکی تبعیدش میکنیم، اون یکی نمیدونم شکنجهش میکنیم. آخر الامر رسیدم به اینجا که او رو بکشیم.
برو بکش. خب چه کسی بکشد؟ چی پیدا بشه؟ تا گفتن بکشیم گفتن خب حالا کشتن او بالاخره یه جا کمیم میکنیم، یه شب آقا شبیخونی ناجه و مردانه میزنیم میکشیم، اما مسلمن برای خونخواهی بنی هاشم آرام نمیشینه. چه کنیم؟ از هر قبیله 40 قبیله بیایم، از هر قبیله 1 نفر بیایم و 40 نفر با همدیگه بیان یک شب در یک زمان حمله کنن و در یک لحظه شمشیراشونو فرود بیارن، اون موقع وقتی بنی هاشم به خونخواهی بلند بشن ببینن که آقا با 40 تا قبیله دیگه نمیتونن درگیر بشن، مجبور میشن به گرفتن خونبها و راضی میشن که دیگه خونبها رو بگیرن، که موضوع خاتمه یا با داستان لیلة المبید و خوابیدن حضرت امیرالمومنین به جای پیغمبر اکرم. خب این یکی از قوانین اینها بود که به هیچ وجه خونبها گرفتن رو اصلا زیبا نمیدونستن، عف براشون خیلی سنگین بود، میگفتن حتی از یک عربی سوال کردن تو اگر به جهنم بری برات بهتره یا اینکه گذشت بکنی؟ گفت من حاضرم انتقام بگیرم اما جهنم برم. اینقدر براشون مهم بود، اینقدر سخت بود براشون عف، گذشت و عف. قانون دیگه ای که بین اینها بود، نظام، البته این یکی از، حالا این رو به عنوان معایب نمیتونیم این قانون رو که الان عرض میکنم حساب بکنیم، شاید جزء محاسن اینهاست. نظام قبیلگی در اینها باعث شده بود که اینها پیمان شکنی در بینشون خیلی مذموم باشه. اگر عهدی پیمانی با کسی میبستن دیگر بر سر عهدشون کامل میموندن، اصلا ذره ای از این عهد و پیمان پایین نمیوادن و هیچ وقت نمیشکستن، مگر اینکه یا اون عهد و پیمان زمان خاصی داشته باشه یا اون طرف بیاد دیگه بگه آقا من این عهد و پیمان رو دیگه خاتمه دادم، فسخ شد، قرارداد ما دیگه تمام شد، و الا بر سر عهد پیمان خودشون باقی میموندن. اما حالا جالبه اینو عرض کنم همینجا داخل پرانتز داشته باشیم، این مردمی که در عصر جاهلیت پیمان شکنی نمی کردن و پیمان نشکستن و نمی شکستن، اما بعد از اسلام و بعد از پیامبر گروه نفاق چه کرد با این مردم که اینها به راحتی پیمان قدیر رو شکستن؟ این نکته خیلی نکته مهمیه که باید خیلی چنگاش بشه. حالا ببینید چقدر زیرکانه اینها وارد شدن که مردمی که براشون ننگ پیمان شکنی خیلی سنگین بود. لذا ما اگر گریزی بزنیم به تاریخ، اون موقع این موضوع برامون خیلی واضح میشه که چطور اینا پیمان شکستن. اگر به تاریخ بنی اسرائیل ما خوب نگاه کنیم که قرآن هم فراوان رو این موضوع تأکید داشته رو داستان بنی اسرائیل، و از اون طرف پیغمبر هم فرمود شما آنچه که بنی اسرائیل انجام دادن قشنگ تابقا نعل به نعل
شما هم انجام میدید، هر چه اونا انجام دادن شما هم انجام میدید، حتی اگر اونا داخل لانه زنبوری رفته باشن و جزیده شده باشن شما اونجا هم اون کار را هم انجام میدید. طابقا نعل به نعل. یعنی در قرآن فکر نمی کنم داستانی بیش از داستان قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی بیان شده باشه. آیات بسیار زیادی داریم که میپردازه به اون اتفاقاتی که در زمان حضرت موسی، در نبودش، در بودش، در حواشیش و در دعوتش، در میثاقهایی که با مردم بسته اونها شکستند و و و در اتفاقات فراوانی که افتادین. واقعا خیلی هم شاید بجاست که این رو هم بگیم برای بینندگان که اگر میخوان ببینن چه شد که در 72 روز از قدیر تا شهادت پیامبر همه این عهد و پیمان رو شکستن، بد نیست مطالعه کنن که چه شد در 10 روز زیاد شدن اون میعادگاهی که حضرت موسی رفته بود تا الواح رو بگیره از جانب پروردگار رو برگرده، 10 روز اضافه شد به جای 30 روز، توی 10 روز شدن گوساله پرست. نکته رو عرض کنم محضرتون اینه که شما ببینید مردمی که در مقابل ظلم فرعون ایستادن، ظلم فرعون در مقابل اون گردنکشی فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، در مقابل اون گردنکشی این مردم ایستادن، تهدیدشون کرد به قتل، به شکنجه، به همه چیز، اما ایستادن این مردم. اما چطور شد این مردمی که از تهدید و شکنجه فرعون نترسیدن، همراه حضرت موسی اومدن، اینا ظرف 10 روز به قول شما فرمای شما گوساله پرست شدن. واقعا همه معجزات رو هم دیده بودن، شکست خوردن ساحران رو دیده بودن، باز شدن دریا رو دیده بودن، این معجزات رو همه رو دیده بودن، همه سختی ها رو تحمل کرده بودن، رسیده بودن به اینجا. حالا که موقع آمدن فرامین الهی است، تازه ابتدای راه، موقع کامل شدن دینه. حالا شاید شبهای آینده مفصل عرض میکنم، من فقط به عنوان اینکه یک عرضم بزرگ شما، سؤال عرضم بزرگ شما چنگکاشی در بین ذهن بینندگان ایجاد بکنم که خود بینندگان یه خورده فکر بکنن روش تو این دو سه شب، شاید در شب عید قدیر یا شبهای حالا شب قبل و بعدش به این موضوع بیشتر بپردازیم. میخوام بگم که این مردمی که در مقابل فرعون ایستادن، فرعونی که کاملا دشمنی ظاهر بود ایستادن، اما کسی اومد اینا رو فریب داد که در لباس دین اومد جلو. اینجا دیگه شمشیر از رو نبود، سامری با لباس دین اومد جلو، لذا مردم فریب سامری رو خوردن. سامری به مردم گفت موسای پیامبر به شما پوسته دین رو نشون داده، من میخوام مغز دین رو به شما نشون بدم. شاید بد نباشه بگیم سامری کی بود. سامری کسی بود که وقتی که از دریا رد می شدند، جای پای جبرئیل که جلوی حضرت موسی و بنی اسرائیل می رفت رو می دید و خاکی از اونجا برداشت و اون خاک رو به گوساله زد و امتیازاتی داشت، علوم غریبه رو بهش مسلط بود، به خاطر اینکه عرضم به حضور شما از در کنار حضرت موسی بود، به امتیازاتی رسیده بود از نظر عبادت و از نظر دینی، به امتیازاتی رسیده بود. موضوع اینه که امروز ما اگر بگیم فلان کس رفته در خونه آقا امیرالمؤمنین و حتی کی کرده، مردم براشون سخت باور نمی کنن، همونطوری که از باور نمی کردن سامری بخواد مردم رو به جهنم ببره. اینها با لباس دین اومدن به جنگ دین، که حالا انشاءالله کامل رو این بحث که وقتی خواص میان در لباس نفاق،
اون موقع است که کار سخت میشه، اون موقع است که تشخیص دادن برای مردم خیلی دشوار میشه. در هر صورت ما از اون بحث خارج نشیم، عرض کردم انشاءالله مفصل به این موضوع یک شب خواهیم پرداخت، فقط به عنوان اینکه یک زمینه ای رو من در ذهن بینندگان عزیز ایجاد بکنم. تا به اینجا پنج مورد رو فرمودید در مورد عصر جاهلیت. در عصر جاهلیت، خب پس گفتیم اینها پیمان شکنی به هیچ نداشت. موضوع بعدی عرض کردیم که اینها عرضم به حضور شما افتخارات اجدادی براشون خیلی مهم بود و که میراث گرانبهای اینها بود، اما سنت هایی که داشتند، رسوماتی که داشتند، اونها قوانین که بینشون جاری بود به عنوان قانون، آقا پیمان شکنی نداریم، باید خونخواهی بکنیم، باید چه کنیم، اما یه سری آداب و رسوم اجتماعی. یکی از آداب اینها و سنن مهم اینها زنده به گور کردن دختران. نمیدونم حالا تا میان برنامه چقدر فاصله داریم، ما این بحث رو میخوام واردش بشم. 4-5 دقیقه دیگه. خیلی خوب. یعنی میان برنامه در اختیار خودمونه، حالا بحث رو کامل میکنیم بعد میان برنامه. باش. ببینید یکی از سنت‌های مرسوم عرب جاهلی موضوع زنده به گور کردن دختران بود، که فرزند دختر باید از بین بره. دلایلی هم داشت این به اصطلاح عمل، دلایلی داشت که وقتی ما عرضم به حضور شما نگاه میکنیم به تاریخ چند تا دلیل مطرح میشه. یکی بحث فقر و قحطی بود که اینا میگفتن آه دختر یه موجود مصرف کننده است، پسر وقتی بزرگ میشه خودش بیل به دست میگیره یا بالاخره شمشیر دست میگیره یا بالاخره اهل کار دیگه، میره کار میکنه و نون در میاره، کمک خرج خانواده است. اما دختر تو خونه میخواد بنشینه، نه تنها درآمدی که نداره بلکه چیزی هم بخواد مصرف هم بکنه، لذا مصرف کننده است، تولید کننده نیست. خب اینا از ترس فقر و قحطی دخترها رو میکشتن، که قرآن عرضم بزرگشون در سوره انعام آیه 151 اشاره میکنه به این موضوع، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه های خودتون رو از ترس فقر نکشید. روزی ده کسی دیگه است، خداوند اینها رو خلق میکنه، حتی روزی خود شما رو هم خدا میده، تو روزی اینها رو که نمیدی، که آن که دندان دهد نان دهد. که متاسفانه این عادت بد و این رسم غلط هنوزم که هنوزه بین بعضی از افراد هنوزم هست، متاسفانه در بعضی از فرهنگ ها هنوزم هست که پسر رو خیلی بالاتر میدونن از دختر، پسر رو مایه مثلا عزت و افتخار میدونن، اما دختر رو یه موجود مصرف کننده حساب میکنن، در حالی که ما عالی ترین و بزرگوارترین شخصیت عالم وجود یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتخار میکنه و مینازه به یگانه دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، و آنچه که امتداد پیدا میکنه از نسل پیغمبر، از نسل پیغمبر، از وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها است، که دیگه خداوند
از حضرت زهرا با کوثر تعبیر میکنه. کوثر هم که دیگه اون معنایی که براش کردن در تفاسیر، اون معنای جامعی که کردن، گفتن منبع و سرچشمه آنچه خوبی و خیرات در عالمه. هر چی خوبی، هر چی خیرات، هر چی برکات در عالمه از وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون خانومی که، اون بانوی بزرگواری که شخصیتی مثل مولای موحدان آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در مقابل او انقدر اظهار تواضع میکنه و فرمود اگر نبود علی برای فاطمه کفوی در عالم پیدا نمیشد. یگان کفو فاطمه علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب موضوع دومی که، دلیل دومی که اینها برای زنده به گور کردن، برای زنده به گور کردن دختران داشتن، بحث برقرار کردن تعادل جمعیت بود. اینا میگفتن چون مردها در جنگ میرن کشته میشن، خب زنها که نمیرن، خب مردها هیچ کشته میشن اما زنها باقی مونن، لذا تعداد زنها بیشتر میشه از مردها و این خوب نیست. برای اینکه جمعیت متعادل بشه ما یه عده از دخترها رو میکشیم، حالا از هر چند تام حالا یکی حالا مخفیانه نگه میداشتن که تعادل جمعیت هم به هم نخوره، تعداد زنها بیشتر از مردها نشه. سومین دلیلی که داشتن بی‌ارزشی زن برای اینها بود، که زن رو اصلا اینا انسان حساب نمی کردن، یعنی یک موجود کاملا بی‌ارزش در نزد اینها بود، اصلا به عنوان کالا حساب می کردن، ارث می بردن زن رو، که حالا در یکی از رسوماتشون عرض می کنم بعدا در عرایز بعدیم عرض می کنم، کالا می دونستن. و امروز هم دنباله های اونا، دنباله های اون جاهلیت، یعنی وهابی ها، یعنی وهابی ها همون افکار رو دارن که امروز عرضم بزرگشان. شما ببینید فتاوایی که در مورد زنها میدن، نگاه کنید گاهی وقت در یکی از فتاوایی که از یکیشون میدیدم، میگه زن رو مثل خانه استیجاریه، یکی از مفتی های اینها میگه زن مثل خانه استیجاریه. عرضم بزرگ شما و برای خانه استیجاری هیچ کس نمیاد هزینه بکنه، مثلا این خونه رو آقا نماش بکنه، کاغذ دیواریش بکنه، دکور بزنه، نه، زن هم مثل خانه استیجاریه. یه مدتی آدم عرضم بزرگ شما این خانه رو اجاره میکنه و داره هست، شما اینترنت رو بگردید دارن، فتوای یکی از مفتی های بزرگ اینها هم هست، که حالا شأن برنامه ما بالاتر از این حرف هاست که بعضی از عبارات ناشایست که زن رو با بعضی از حیوانات در کنار هم گذاشتن اینها امروز به فتوا میدن. و عزیزان بیننده توجه داشته باشن، این فتواها جدید ساخت نیست، یعنی تولید 2 سال پیش و 10 سال پیش نیست، اینها همش پای و اساسش رو بعد از سقیفه گذاشتن. میتونید بررسی کنید و بله. ببینید خیلی از اونها جای مختلف بحث شده تو اینترنت، به قول جناب استاد قابل دریافت هست، میتونید بگردید پیدا کنید و ببینید نمونه هاش رو، واقعا برخش رو نمیشه اصلا به زبون آورد. الان سرچ بکنن توی عرضم بزرگ شما اینترنت عزیزان، سرچ بکنن ببینن بیشترین توهین به زنها از طرف کی بوده، سرچ بکنن تو اینترنت ببینن.
و چهارمین دلیل که حالا این باب رو من بحث رو ببندم، بحث این که ترس از این که زنده به گور میکردن دختران رو، ترس از این که ناموسشان به دست دشمن نیفته. اینا عرضم به حضور شما دلایل. اما به نظر میرسه که دلیل اول که همون قحطی و گرسنگی و این دلیل چهارم مهمترین دلیل های اینها برای زنده به گور کردن دخترها باشه، مخصوصا در مورد چهارم، این که به اصطلاح به دست دشمن بیفته ناموس اینها. در عرضم به حضور شما یه جنگی که اتفاق افتاده بود، یه ده از زنها رو به اسارت گرفته بودن، بعد از یه مدت دختران شخصیتی به نام قیس ابن عاصم رو که اینم مثل اینکه از رؤسایی که از قبائل بوده، اینا رو عرضم به حضور شما به اسارت گرفته بودن. بعدن اینها فدیه حاضر کردن، بردن فدیه ها رو بدن. بعضی از دخترهای قیس ابن عاصم حاضر نشدن برگردن، چون ازدواج کرده بودن، گفتن آقا ما دیگه کنار شوهرامون میمونیم و نمیایم پیش شما. و همین باعث شد که این قیس ابن عاصم بیاد سوگند بخوره که دیگه از این به بعد من اگر فرزند دختری پیدا بکنم او رو زنده به گور میکنم. و او این کار رو شروع کرد و سنت این کار رو گذاشت و دیگران هم یواش یواش از او تبعیت کردن و باب شد بین همه مردم موضوع زنده به گور کردن دختران. بریم یه میان برنامه رو ببینیم، برگردیم بحث رو کامل و ادامه بدیم، انشاءالله کامل کنیم و ادامه بدیم. بسیار عالی، با ادامه برنامه سرزمین عشق مهمان خانه های شما عزیزان هستیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای سلطانی شاهرودی. برامون از عصر جاهلیت میگن که بشناسیم که قبل از اسلام چه نظام اجتماعی بوده، چه مردمانی زندگی میکردن، با چه آداب و رسومی، با چه قوانینی، که بعد از اسلام و بعثت پیامبر و اصلاحی که توسط پیامبر در این مردم ایجاد شد چه تأثیری گذاشت پیامبر بر این جامعه. برای اینکه این رو بهتر بشناسیم مجبور هستیم مقداری از آداب اجتماعی اون دوره و زمان رو باز بکنیم. جناب استاد برامون از قوانینشون گفتن، قوانین خونخواهیشون به نام قانون سار، از انتقام جوییشون و اینکه براشون ننگ بود اگر خونبها بگیرن به جای انتقام گرفتن و جنگ های میکردن با سالیان دراز و طولانی بابت بسیاری اتفاقات پیش پا افتاده، و اینکه قوانین خاص دیگری داشتن، از جمله اینکه عهد و پیمان شکنی براشون خیلی ننگ بود. این مواردی بود که باید به اونها پرداخته میشد تا اینکه اتفاقاتی بعد از بعثت افتاد رو بهتر بررسی کنیم. یکی از آداب و رسوم اجتماعی بدی که داشتن زندگی به گور کردن دختران بود، که جناب استاد دلایلی که اونها براش برمی‌شمارند رو برامون فرمودند. در خدمتتون هستیم. آداب دیگری که در عصر جاهلیت داشتند رو برامون بفرمایید. بله. یکی دیگر از آداب اینها، خب چون موضوع طواف در دور خانه خدا و کعبه خب مرسوم بود، یواش یواش اولم دین حنیف خب به پا شده بود از زمان حضرت ابراهیم، منتها دیگه یواش یواش اومدن دستکاری هایی شد. خب اینها اعتقاد زیادی به کعبه داشتن و رو حساب کعبه هم کسانی که تو مکه زندگی می کردن سوء استفاده های زیادی هم بابت همین کعبه می کردن از دیگران. گاهی وقتا یک بازار انحصاری برای خودشون درست میکردن که اگر آقا کسی دیگه برای به اصطلاح ایام حج که میومدن حق نداره اینجا کالایی بفروشه، فقط باید از کالاهای ما خریداری بکنه. ما یه آدابی داشتن برای طواف کردن، که مثلا در هنگام طواف اینا یه رسمی داشتن که یه لباسی رو باید تنشون بکنن، بعدن این لباس رو بیان طواف بکنن، اون لباس رو عرضم به حضور شما نگه دارن، یا لباس رو اونجا دور بندازن، یا اون لباس رو دیگه همونجا بگذارن و برن. بعضیا برای اینکه سختشون بود مثلا
یه لباس از دستشون بره، لذا می اومدن برهنه طواف میکردن، لخت مادرزاد می اومدن طواف میکردن. و اینم یواش یواش رسم شد دیگه، برای اینکه یه لباس از دست ندن، میگفت دیگه حالا پس ما بی لباس میایم که اون لباس از دست نره، لذا برهنه می اومدن طواف میکردن، سوت زدن، کف زدن در هنگام طواف، که قرآن هم به این موضوع اشاره داره، ولا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسليم. موضوع بعد موضوع شرابخواری اینها بود. به حدی به شراب انس داشتن، به حدی به مسکرات انس داشتن، حتی در بعد از اینکه اسلام هم اومد و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، حتی یه دم که مسلمان شدن، پیامبر اکرم شراب رو به یک بار خداوند توسط پیامبر برای اینا تحریم نکرد، با یه روش های خاصی در سه مرحله تحریم شد. اینقدر وابستگی به شراب داشتن که حتی وقتی که خدا میخواد اون رو حرام کنه در سه مرحله. بله، یه بار اول میاد میگه که آقا شراب رو نخورید، بعد میگه حالا یه منافعی توش هست اما گناهانش بیشتره، مضراتش بیشتره، انجام ندید. بعد دیگه اون مرحله آخر میاد میگه شیطان میخواد با عرضم به حضور شما با قمار و با شراب و با این چیزا بین شما عداوت بندازه، لذا رجس از عمل شیطان پلیده بگذارید کنار. بله، به یک بار تحریم نکرد خداوند شراب رو هم بین اینا. و در داستان عرضم به حضور شما مسلمانانی که به حبشه رفتن، عرضم به حضور شما همین امرأس معروف ملعون که دیگه اسم دیگه ای ما نمیتونیم برای او بگذاریم، با اینکه من عادتا اصلا عادت ندارم مخصوصا در عرضم به حضور شما برنامه های حالا تلویزیونی و شبکه‌ای عرضم به حضور شما این لفظ رو به کار ببرم، اما برای این شخصیت چیزی دیگه بهتر از این نمیتونم به کار ببرم، که داستان عجیبی داره که حالا میرسیم در داستان ولادتش هم حالا باز اونجا میرسیم. وقتی اینها به همراه یه نفر دیگه رفتن، مأمور شدن از طرف قریش و کفار قریش که برن پیش نجاشی پادشاه حبشه، که مسلمانانی که رفتن عرضم به حضور شما در حبشه اونجا ساکن شدن، اینها رو بیارن، سوار بر کشتی شدن، خب شراب میخوردن، عرضم به حضور شما مست میکردن، در حالت مستی دوست امرآس به نام اماره که همراهش بود، اون نسبت به همسر امرآس یه نظر ناجور داشت، بعدن این براش برای امرآس سنگین شد و داستان عجیبی هم داره. اونجا اومد در حبشه پیش پادشاه حبشه نجاشی کاری کرد، بلایی به سر این آورد، یه نقشه‌ای براش کشید، خب امرآس اون نقشه‌هاش اون مکاری‌هاش دیگه میدونید چی بود، کاری کرد اونو یه نسبتی بهش داد و او رو شکنجه سختی کردن و در نتیجه کار این شد که اون طرف رفیق امرآس دیوانه شد و سر به جنگل گذاشت. یه داستان مفصلی داره، هر کی دوست داره بره در تاریخ، چون زیاد زیبنده نیست اینجا بخوام کل داستان رو یه خوردم من تیز کردم، خیلی خواستم سربسته بگم، هر کی میخواد داستانش رو بره در تاریخ بخونه،
که نمایندگانی که از طرف قریش رفتن برای برگردوندن مسلمانان هجرت کرده به حبشه، در بین راه چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر شراب خاری. خب دیگه شراب خاری که، و موضوع دیگه موضوع فحشا. در بین فحشام دیگه در این بین این جمعیت یه چیز عادی شد. حتی کنیزان خودشون رو مجبور می‌کردن به فحشا. بعضی اینها برای درآمدزایی، برای اینکه پول بگیرن، برای اینکه کاسبی بکنن، برای این کار مجبور می‌کردن کنیزان خودشون رو به فحشا. یعنی فحشا برای اینها یک مسئله خیلی عادی و خیلی معمولی بود. جالبه اینهایی که اینقدر غیرت داشتن نسبت به این موضوع که مثلا دخترانشون به دست زنده به گور می‌کردن که در جنگ احسن دیگران نیفته، همین. اما در موضوع فحشا چنان راحت بودن که حتی بعضی هاشون صاحب پرچم، یعنی اونایی که درجات بالا داشتن در فحشا، که حالا در آداب ازدواج ها، انواع ازدواج های اینها عرض میکنیم، در نکاح های اینها که دیگه میرسه به فردا شب انشاءالله اگر به شرط حیات زنده ای باشیم انشاءالله، اونجا عرض میکنیم که بعضیشون چه ازدواج های ننگینی داشتن. بحث بعدی که در بین اینها رواج داشت موضوع تجاوز، جنگ، خونریزی، که علت اینها یا راهزنی بود یا شهوت پرستی بود یا شهوت رانی یا زورگویی، یا میخواستن برای اینکه امورات خودشون رو بگذرونن دست به شمشیر میبردن، حالا قدرت داشتن، نیرو داشتن، شروع میکردن به یه قبیله دیگه، به یه گروه دیگه حمله میکردن، جنگی رو شروع میکردن، غنیمت بگیرن، پول بگیرن، سلاح بگیرن و و و، یا اینکه برای شهوت رانی این کار رو میکردن. موضوع شهوت هم داریم که بعضی از جنگ های اینها پای و اساسش بر اساس شهوت بوده. و موضوع دیگه هم زورگویی، کسی میخواسته عرضم به حضور شما توی مسئله حاکم باشه، یه جایی رو، چراگاهی از این بگیره، نمیدونم منطقه‌ای رو بگیره، باقی رو بگیره، محله‌ای رو بگیره. خب یکی از موضوعات حیاتی برای اینا مسئله آب. هر کجای مقدار ذخیره آبی پیدا میشد سریع اینا میمدن همونجا بیتوته میکردن. خب اگر یه وقتی کسی مثلا بی آب میمونی قبیله، حالا میدید یک کسی حالا با زور کمتر اونجا آب، کنار آبی اومده به اتوده کرده، میومده با زورگویی اینا رو رد میکرد که خودش از این آب استفاده بکنه. و مسئله دیگه عرضم به حضور شما که انشالله حالا من اینم عرض بکنم در زمانی که داریم، نمیدونم چقدر زمان رو، اگر 6 دقیقه خب اینم عرض کنم که فردا شب برسیم به بحث ازدواج های اینها، و عرضم به حضور شما که انشالله بریم تو مراحل بعدی بحث، بحث خرافات بود، خرافه پرستی. کارهایی میکردن که انسان اصلا گاهی وقتا شرمش میشه اصلا بگه، و امروز هم متاسفانه در بین عرض کردم دنباله های اینا هنوز وجود داره. مثلا برای اومدن باران آتش روشن میکردن، آتش روشن میکردن که باران بباره. یا مثلا میخواستن یک گاو ماده اگر آب بخوره
یک گاو نر رو میگرفتن کتک میزدن که گاو ماده آب بخوره. میگفتن اگر ما گاو نر رو کتک بزنیم بزنیمش با چوب، این گاو ماده آب میخوره. حالا شام ایدم هست، یه لطیفه ای هم کوچیک بگیم. به یک ارزم به حضور شما حیوانی گفتن از خودت کم عقلتر و بیخردتر دیدی؟ گفت بله، اونی که من موقعی که من میخوام آب بخورم سوت میزنه تا من آب بخورم، اون از من کم عقلتره. خب من اگه تشنم باشه آب میخورم دیگه، نیازی به سوت ندارم. اینا واقعا همینطورم. ببینید میومد گاو ماده رو، گاو نر رو با چوب میزنه که گاو ماده آب بخوره. اگر شتر ماده بیمار میشد داغ میزدن به شتر نر، داغ علامتی میزدن. قبلا دامدارها داشتن یه آهنی رو داغ میکردن روی که برای اینکه مثلا حیوان خودشونو مشخص بکنن داغ میزدن روش. اینها شتر نر رو داغ میزدن با یک میله سرخ شده آتشی که شتر مادهشون بیمارشون خوب بشه. از دیگر عقاید خرافه‌ای که اینا داشتن، شتر رو، یه شتر زنده رو در کنار میتشون دفن می‌کردن که در محشر این سوار بر اون بشه. حالا البته این معلوم میشه که از این بحثم من تو تاریخ نگاهی کردم دیدم این انکار معادم عمومیت هم نداشته بین همشون، یعنی به معاد هم بعضیاشون معتقد بودن. لذا شتر رو کنار میتشون دفع میکردن، یه شتر زنده رو که این محشر مرکب داشته باشه، در قیامت مرکب داشته باشه، پای پیاده نره این طرف اون طرف. یا مثلا در موضوع همسرانشون، اگر میخواستن ببینن حالا کسی میخواست بره سفر، نسبت به همسرش بددل بود، ببینه حالا این همسرش آیا میخواست ببینه به این خیانت کرده یا نکرده، یه نخی رو به یه درختی میبست، این میرفت سفر و بر میگشت. اگر وقتی بر میگشت میدید این نخ سر جا خودش هست، میگفت نه همسر من سالمه. اگر نخ نبود میگفت همسر من خائنه و ازش جدا میشه، ردش میکرد میرفت. حالا به هر وسیله گاهی وقتا که بعضی ها میکشتن. حالا ببین، حالا بادی میزنه، اون سفرهای اون موقع هم که به یه روز دو روز نبوده، گاهی وقتی شیش ماه یک سال اصلا آفتاب میخوره میپوسه، حوادث طبیعی، باد، باران، طوفان، اونم تو اون گرمای اون منطقه. اگه این نخ نبود در جای خودش میگفتن آقا این زن خائنه و باید عرضم به حضور شما دیگه از بین بره. بحث بعدی هم که بحث خوردن گوشت خوک و خون و گوشت مردگان و اینها را هم در بین خودشون داشتن. حالا دیگه موضوع بعدی موضوع ازدواج های رایج بین این هاست که موضوع مفصلیه. انشالله فردا شب انشالله این بحث رو پس ادامه میدیم. برای فردا شب یه مقدار بیشتر به این مباحث توجه کنید. مثلا اینکه یک شتر رو دفن میکنن، الان فرض کنید مثلا یک ماشین رو دفن کنید، اینجوری تصور بکنید و ببینید که دوران جاهلیت چه دورانی بوده، تا اینکه بتونیم بهتر بفهمیم که پیامبر چه زحمتی کشیدن. واقعا تغییر دادن این مردمان با این تفکرات و عقاید و قوانین و تبدیل شدنشون به سلمان ها و مقداد ها و ابوذر ها واقعا خودش معجزه است. این رو بعد از اینکه انشالله بحث ها تکمیل شد و جناب استاد برامون فرمودن قطعا متوجه خواهیم شد. خیلی ممنونم جناب استاد، لطف کردید. فرصتمون هم به پایان رسیده. یک بار دیگه این ایام رو خدمت تک تک شما عزیزان، شام ولایت امام هادی علیه السلام هست، تبریک میگم. در آستانه عید سعید قدیر هستیم، در دهه امامت و ولایت هستیم. این ایام رو خدمت یکایک که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که از برکات این ایام بهره کافی رو ببرید، ما رو هم
دعا کنید تا دیداری دوباره همتون رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار، دستتون بخیر. میرفتم پشت سرم آب نریز ای مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم، وطن مادریان جاست چرا پرواز به سوی غم دیگر دارم، میروم شام نگر با او سرا برگردم، دل بیمار فقط از تو شفا میخواهد، با که گویم که دلم کرب و بلا میخواهد، از خدا آمدم تا به خدا برگردم، از چرا از سفر کرب و بلا برگردم، از چرا از سفر کرب و بلا برگردم، پشت سرم آب نریز ای مادر، وطن مادریان جاست چرا برگردم، وطن مادریان جاست